آخوند جواد باقری امام جمعه خامنه‌ای در اسالم. در 30 خرداد مجاهدین اعلام فاز نظامی کردند و حالا می‌خواهند دوباره با دعوت به آشوب علیه نظام ما اقدام کنند. بعضی ها می‌خواهند چهره اینها را خیلی خوب نشان بدهند، مظلوم نمایی بکنند و منافقین را انسان‌های دلسوز و مجاهدی برای کشور نشان بدهند. امروز 30 خرداد است، یادآور روز تلخی در سال 1360. در روز 30 خرداد منافقین کوردل بعد از آنی که سالها اینها به مخالفت و مبارزه خودشون در فازهای مختلف عقیدتی و گفتمانها ادامه میدادند، یک بار اعلام فاز نظامی کردند و جنگ مسلحانه داخلی و خیابانی رو علیه مردم بیدفاع کوچه و بازار شروع کردند. بعضی ها از طرف دیگر میخوان چهره اینها رو خیلی خوب نشون بدن، مظلوم نمایی بکنن و منافقین رو انسانهای دلسوز و مجاهدی برای کشور نشون بدن. اما وقتی حقیقت جنایت های اونها رو ما برای مردممون به خصوص برای نسل جوانمون اعلام بکنیم و آشکار بکنیم، میفهمن که اینها چه جنایتکارانی بودن. خب منافقین یک تشکیلاتی بودن که قبل از پیروزی انقلاب با نام مجاهدین خلق شروع به فعالیت کرده بودند. در ابتدا مکتب و مرام اسلامی داشتند. حتی آرم لوگوشون مزین به آیه ای از قرآن بود و در طول 8 سال دفاع مقدس هم بارها و بارها علیه ما اقدام کردند، عملیات کردند، در عملیات‌های مختلف با رژیم بعث همکاری کردند و حتی بعد از پایان جنگ به دفاع مقدس وقتی که قطعنامه اعلام شد، اینها تحت یک عملیات به نام فروغ جاویدان اونجا باز هم یک اقدام نظامی بر علیه مملکت ما انجام دادن. الان هم جبهه خودشون رو عوض کردند. حالا این بار رفتن در فضای مجازی با کمک اونها، با شایعه پراکنی، با دروغ، با دعوت به آشوب، میخوان دوباره بر علیه